حکم قسم به پیامبر صلی الله علیه و سلم. سوال: بسیاری از مردمان را میشنوم که وقتی میخواهند چیزی را تاکید کنند میگویند قسم به پیامبر، آیا این کار جایز است؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار، این قسم به پیامبر صلی الله علیه و سلم است و این عمل حرام و یک نوع شرک میباشد، زیرا قسم به چیزی این بزرگداشت همان چیز است و مخلوق نمیتواند دیگر مخلوق را بزرگداری نماید. با همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی به غیر الله به چیز دیگر قسم بخورد، پس در حقیقت کفر یا شرک ورزیده است. حدیث با روایت امام احمد، ابو داود و ترمذی. این قسم به پیامبران، فرشتگان، صالحان و دیگر مخلوقات را در بر میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی قسم خوردنی باشد، پس باید به الله قسم بخورد و یا خاموش ایستد. حدیث با روایت امام بخاری و امام احمد و ابو داود. اما در مورد قسم هایی که در قرآن وارد شده است، از قبیل قسم به المرسلات یعنی بادهای خاکفشان، النازعات فرشتگانی که جانهای کافران را میگیرند، الفجر صبح، العصر زمانه، از زها چاشتگاه و غیره ها. اینها قسم های هستند که الله تعالی با آن سوگند یاد کرده است. الله تعالی حق دارد به هر مخلوقی که بخواهد قسم بخورد، اما مخلوق حق ندارد که جز به پروردگار خود به چیزی دیگری قسم بخورد.